بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه امشب نسیم شمال خوشحالم به اطلاع شما برسونم پژوهشگر، محقق، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، هنرمند و جامعه شناس دین و ادیب ایرانی دکتر اسماعیل نوریالا. همه اینایی که گفتم مثالهای عملی در مورد کار ایشون داره و زندگی پربار و سرشار از تولید فرهنگی ایشون گواه این ادعاهایی است که من کردم. امشب در ادامه گفتگوهای بسیار موفق به یمن حضور دکتر اسماعیل نوریالا مجدداً با این پژوهشگر ارزنده ایرانی هستم و طبق قراری که از قبل داشتیم قرار است که گفتگو در زمینه دین در دوران صفویه رو با همدیگه ادامه بدیم و نگاهی در ابتدا داشته باشیم از مرحله واقعه کربلا تا به روی کار آمدن حکومت صفویه و بعد دین در دوران صفویه و در برنامه دیگری به دین در دوران قاجار بپردازیم. اما در همین فاصله از سوی دکتر اسماعیل نوریالا مقاله‌ای منتشر شد در نشریه ایرانیان که مرکز انتشارش در واشنگتن هست، مقاله‌ای که سخت مورد توجه قرار گرفت در شماره 305 سال 11 نشریه ایرانیان که سردبیر اون آقای تقی مختار هستند. در این مقاله، در این شماره، مقاله بسیار مفصلی، نسبتاً مفصلی از آقای دکتر اسماعیل نوریالا چاپ شده است تحت عنوان صدام به این آسانی ها نمی میرد. تا اینجا این مقاله یک روزنامه است که چاپ شده. اتاق برمان خواهش میکنم که تلفن انجام شده رو بگیرید که اگر در رابطه با نقص فنی هست بشه اون رو حل کرد. تا اینجا یک مقاله است و دکتر اسماعیل نوریالا لااقل در ماه چند مقاله رو برشته تحریر در میاره. اما اون چه که برای من جالب بود و سبب شد که بیش از یک بار مقاله رو بخونم و به اون توجه بکنم چندین تلفنی بود که داشتم. در این تلفن‌ها افراد صاحب نامی بودند و افراد متشخصی بودند که مقاله دکتر اسماعیل نوریالا رو خونده بودند و اونها میگفتند که ظاهراً دکتر اسماعیل نوریالا با متنی که در این مقاله اوورده، با او شیوهی که برخورد کرده است، در واقع میخواهد بگوید که چاره جز بمباران و حمله نظامی به ایران وجود نداره. مصداقهایی رو بردن، مقایسهی کردن بین شخصیت صدام حسین و شخصیتهای امروزین ایران. این سبب شد که باور کنید چندین بار این مقاله رو من بخونم. البته نوریالا آدم توانایی است در نوشتن و شما اگر بخواید چنین چیزی رو پیدا بکنید باید با دقت کارش رو بخونید، شاید یه جایی پیدا بکنید و یک سرنخی به شما بده. هرچی مقاله رو من بیشتر خوندم به این جمع از دوستان خودم نتوانستم بپیوندم. در واقع من مقاله دکتر اسماعیل نوریالا رو صدام به این زودی ها نمیمیرد رو بیانیه‌ای دیدم که در رابطه با جمهوری اسلامی و جنایاتی که در جمهوری اسلامی می شود و در طول 28 سال بر سر کار بودن سیستم موجود حاکم ایران شده است اشاره می شه و می خواهد بگوید خیلی دست کوبی و پایفشانی و دست کوبی نکنید به خاطر مرگ صدام حسین. صدام های خطرناکتری هستند که در ایران وجود دارند و زنده هستند و شیوه های ابتکاری تری از صدام حسین هم دارند. به دلیل همزمانی انتشار این مقاله به طور تصادفی با آنچه که در رابطه با خطر احتمال حمله نظامی به ایران انجام شده است از سوی آمریکا یا اسرائیل، من فکر کردم که ابتدا این مسئله رو با دکتر نوریالا مطرح کنم و به دنبال این قضیه با هم توافق کرده بودیم که ابتدا بحث جامعه شناسی دینی خودمون رو آغاز بکنیم، به دین در دوران صفویه و ما قبل صفویه بپردازیم، مقدما آقای دکتر نوریالا بگویند و سپس در پایان به این سوال جواب بدیم. ولی حقیقتش چون این فقط بحث دو طرفه من و شما و دکتر نوریالا نیست، بحث من و دکتر نوریالا نیست و شما هم ممکنه زمانی بخواهید که در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو بفرمایید، نظرات دکتر نوریالا رو کاملا خواهیم شنید،
خطای تلفن را هم از اتاق فرمان میخوام که در پایان صحبت‌های دکتر نوریالا روی صفحه بگذارن. اگر از بین شما کسانی وجود داشته باشند که بخواهند اظهار نظری بکنن، این شانس رو داشته باشن که اظهار نظر کنن و بعد به بحث جامعه شناسی دینی خودمون در این قسمت خواهیم پرداخت در فصل مربوطش. و به شما با توجه به لطفی که دکتر نوریالا نسبت به این برنامه دارن، ایشون این تغییر فرم برنامه رو بر من خواهند بخشید و در یک شب دیگری اگر قسمت‌های بیشتری از برنامه بحث امشب بحث دین در دوران صفوی باقی بماند در خدمت ایشون خواهم بود و به این مطلب خواهیم پرداخت. آقای دکتر نوریالا سلام. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان گرامی شما. اتاق فرمان تصویر جناب نوریالا رو اگر داشته باشیم از شما سپاسگزار میشم. آقای دکتر نوریالا، جریان چیه؟ صدام به این زودی ها نمیمیرد، چه ارتباطی به حمله نظامی به ایران داره؟ عرض کنم حضورتون که من دو سه جور امشب غافلگیر شدم. من. برای اینکه من در این ده روز گذشته سه مقاله نوشته بودم و اولیش همین صدام به این آسانی ها نمیمیرد بود. من. و بعد مقاله نوشتم در مورد سخنان آقای خامنه ای در عید قدیر. من. و بعد هم یکی راجع به اینکه خدمات اسلام به ایران چه بوده است. من. وقتی که شما با من چند شب پیش تلفنی صحبت کردید و گفتید که اشخاصی به شما تلفن کردند و گفتند که از مقاله نوریالا بر میاد که با حمله نظامی موافقه است، من فکر کردم که شما دارید راجع به مقاله چرا سخنان خامنه ای در عید قدیر تفرقه برانگیز است سخن میگید. حالا امشب فهمیدم که نه، منظور مقاله از کنم صدام به این آسانی ها نمیمیرد. درسته. و در نتیجه خب من یه مقدار پاسخ برای اونیکی آماده کرده بودم، حالا باید در واقع کلید بکنم و مسئله رو و بیام به این قضیه. در این یکی مقاله که مربوط به اعدام صدام حسین تکریتی است، دیگه من اصلا نمیتونم بفهمم که چطور ممکن است کسی دوچار این سوء تفاهم بشود که من راجع به حمله نظامی امریکا به ایران صحبت کردم و احتمالا با اون موافقت کردم. من هیچ گونه نکته ای رو در اون مقاله نمیبینم. مقاله بنده به طور ساده این بود که یکی از نویسندگان معاصر در ارتباط با مرگ صدام، ایشون نوشته بودن که دیکتاتور، عرض کنم که اگر که درست یادم بیاد، گفته بودن که این او آخرین بازمانده رام نشدنی عصر دیکتاتوری خاورمیانه بوده است. بد. و من حیرت کرده بودم که چطور ممکن است که آدم فکر بکنه در جهان امروز و در خاورمیانه امروز آقای صدام حسین آخرین بازمانده رام نشدنی است و در نتیجه حالا که از شرش راحت شدند، در نتیجه دیگه ما نگرانی در مورد دیکتاتوری در خاورمیانه نداریم. و مقاله رو فقط به این علت نوشتم که نخست توضیح بدهم که از نظر من بین صدام حسین و بسیارانی از کسانی که الان زمامداران جمهوری اسلامی هستند تفاوتی از نظر دیکتاتوری، خونخواری و ظلم بر مردم وجود نداره. و بنابراین با وجود این همه آدمی که الان از زندانهای جمهوری اسلامی بگیریم اونجا مشغول از کنم که شکنجه مردمان هستن گرفته تا بزرگان این رژیم که اونها رو به کار واداشتند، همه اینها در سالهای گذشته به تناوب و به صورتهای مختلفی بسیاری از این جنایتهایی رو که صدام انجام داده بود اونها هم انجام دادن. و در نتیجه واقعا بی انصافیست اگر فکر کنیم که ما با جسد صدام، در واقع جسد دیکتاتوری در خاورمیانه رو کفن کردیم و دفن کردیم. و بعد در قسمت دوم مقاله هم توضیحم این بود که اساسا باید دید که این باطلاقی که این گونه پشه های مالاریا رو رشد میده کجاست و چگونه میشه خشکش کرد تا اینکه اساساً این نوع دیکتاتوری بر بیفته از اونجا. این کل نظرات بنده بود که خب البته با تفصیلات مختلفی آوردن شواهدی از اعمال جنایتکارانه دیگران در این مورد
سعی کرده بودم که مستند بکنم قضیه رو، ولی هیچ گونه بنده صحبتی راجع به جنگ و حمله نظامی نکرده بودم. کاش که حضرت عالی که با این دوستانی که به شما عرض کنم که متوسل شده بودن در مورد حرف من، بیشتر توضیح میخواستید که چرا این استنباط رو کردن از این ماجرا. بله، نکته ای که هست به هر حال چون یک به نظر من یک گرایش سیاسی خاص بود که به مقاله شما حساسیت نشون میداد و در واقع در مقاله شما میگفت دارید چراغ سبزی رو میدید یا علائمی رو دارید مطرح میکنید که آقا دشمن اصلی هنوز زنده است، بنابراین به همون شیوهی که صدام حسین در واقع از بین رفت باید یه فکری کرد به حال تمام دیکتاتورهایی که ریز و درشتی که در 28 سال گذشته به خصوص در جمهوری اسلامی ایران بر سر کار بودند. ولی خود من مقاله رو که خوندم من دیدم با دقت هرچه تمامتر شما فقط ضمن اینکه اشاره میکنید به اینکه صدام حسین رفته، خب بله جنایتش هم کرده، ولی این شیوه برخورد درست نیست برای اینکه جمهوری اسلامی ایران، بعد اشاره کردید ریز و درشت به صحبتهایی که از به حرفها و اعمالی که از شروع انقلاب اتفاق افتاده به آقای خامنه ای اشاره کردید، صحبتهای رهبر مسلمین در ایران و اشاره کردید به صحبت‌های آقای احمدی نژاد و مجموعه حرکتی که احمدی نژاد داره انجام میده و تأثیر منفی اون. من هم همچین چیزی رو متوجه نشدم و حقیقتشو بخواهید بسیار بسیار برام عجیب بود. به همین جهت مقاله رو چندین بار خوندم. بینندگان عزیزی که مایل باشند مقاله دکتر نوریالا رو بخوانند میتوانند به نشریه ایرانیان شماره 305 سال 11 هم یا به سایت آقای دکتر نوریالا مراجعه کنند و این مقاله رو در اونجا بخوانند. ولی آقای دکتر حالا که این بحث رو باز کردیم من فکر میکنم فرصت مناسبی است که یه سؤالی رو من مطرح کنم و بعد از پیام‌های بازرگانی پاسخ شما رو در واقع داشته باشیم. اگر بینندگانی هم مایل باشن در این بحث شرکت بکنن دقایقی رو فرصت بدیم، چون برای من سؤالم بسیار جدی است. ببینید ما نمیدونیم واقعا جناب دکتر نوریالا که حمله نظامی علیه ایران انجام خواهد شد یا نخواهد شد. ما نمیدونیم که ایالات متحده آمریکا احتمالاً چنین کاری رو خواهد کرد یا نخواهد کرد. ما نقش اسرائیل رو در این حرکت نمیدونیم و سایر کشورهای اروپایی رو. اما یک سوال برای من مطرحه و از شما مطرح میکنم. فکر میکنم یکی از صالح‌ترین آدم‌هایی هستید که میتونم این سوال رو مطرح کنم با تجربه دراز و طولانی که نسبت به نگاهتون نسبت به مسائل سیاسی ایران هست. ما چه باید بکنیم در خارج از کشور؟ یعنی ما باید بنشینیم تا اتفاقی بیفته یا ما ایرانیان خارج از کشور که به هر حال هر کدوم یک کارنامه‌ای داریم در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران و در نشان دادن ابعاد مختلف ضد انسانی و ضد حقوق بشری سیستم حاکم بر کشورمون، ما در این شرایط چه کار باید بکنیم؟ چجور باید بین حمله نظامی که من فکر میکنم که هیچ ایرانی به هر حال دلسوز ایرانی واقعا طرفدار این نیست که بمبی بر سر مردم ریخته بشه، بین این مطلب مخالفت با حمله نظامی و در این حال مخالفت با حضور و ادامه زندگی جمهوری اسلامی اقدامی پیشگیرانه بکنیم؟ چرا هیچ وقت این امکان فراهم نمیشه که جمعی از ایرانی ها در تظاهرات مقابل کاخ سفید ضمن اینکه اعلام میکنند جمهوری اسلامی رو نمیخواهند بتوانند بگویند که حمله نظامی به ایران رو هم در هیچ شکلش تایید نمیکنند؟ این روزها از سوی برخی از محافل و بحثی از شخصیت هایی که اونها هم وطن پرست هستند برخی اظهار نظرات شنیده میشه که برای من جای حیرت داره. بعضی از اینها اشاره میکنند که سقوط جمهوری اسلامی ایران به هر قیمتی، و وقتی سوال رو بازتر میکنی منظورتون رو به هر قیمتی روشن بکنید، اونها ابایی از این ندارند که بگن احتمالاً در این به هر قیمتی حمله نظامی هم
وجود دارد. من به شدت در حراسم از گسترش این نوع طرز تلقی و نمیدونم. ممکن است شما خواهش کنم که بعد از دو سه دقیقه که آگهی‌های تجارتی تلویزیون تمام میشود، اگر شما نظری درباره این سوال دارید مطرح بفرمایید. با کمال میل در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آگهی‌های تجارتی رو نگاه میکنیم، برمیگردیم و با شما هستیم. بینندگان عزیز، قبل از آگهی‌های تجارتی تلویزیون کانال یک، من یک پرسش رو مطرح کردم در زمینه اینکه ایرانیان مقیم خارج از کشور چه میتوانند بکنند در مورد اینکه فاصله خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران حفظ بکنند و در عین حال فاصله خودشون رو با جنگ طلب‌های کاخ سفید هم حفظ بکنند و بگویند ضمن اینکه خواستار براندازی جمهوری اسلامی ایران هستند، با حمله نظامی به خاک ایران مخالفت. آقای دکتر نوریالا در خدمت شما هستم. بله، عرض کنم که من استنباط من از صحبای کلام شما این بود که این دوستانی که تلفن کرده اند و اظهار نگرانی کرده اند که سخنان من در مورد این که مثلا سران جمهوری اسلامی هم دست کمی از صدام ندارند، موجب می شود که در واقع تحریک بکنند مثلا امریکا رو به این که برود و به ایران حمله بکنند. من فکر میکنم این نوع نقد کردن ها بیشتر از جانب کسانی برمیاد که همواره کوشش میکنند که اساسا جمهوری اسلامی و رهبری اون رو از زیر ضربه خارج بکنند و در نتیجه انگار که مثلا کاخ سفید نشسته است منتظر که من به امثال من فتوا بدهیم که اینها هم بدتر از صدام هستند تا اونها اجازه پیدا بکنند و به ایران حمله بکنند. بعد اعتقادم این نیست، یعنی من فکر میکنم که اصلا ما در خارج از کشور در موقعیت فعلی هیچ گونه نقش اساسی در این زمینه نداریم. اون چی که مهم است این است که این رو بسنجیم که آیا خارج کردن عرض کنم که جمهوری اسلامی و رهبریش از زیر ضربه، ضربه به معنی این که زیر ضربه اتهام منظور من هست، آیا اثری داره در این قضیه یا نداره؟ مسئله در این هستش که آنچه که داره اتفاق میفته به هیچ روی هیچ کدوم از ماها درش نقشی نداشته ایم. این خود جمهوری اسلامی هست که با رفتارهای خودش وضعیت کشور ما رو به این موقعیت بسیار 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 خطرناک رسونده و حالا ما چه بگیم که اینها دیکتاتور هستن چه نگیم، اساسا در این معادله نقشی رو بازی نخواهد کرد. تنها کسانی که نقش بازی میکنن خود رهبری جمهوری اسلامی است از یک سو و مردم ایران که دارن به آتش عرض کنم که بدخواهی ها و بلاهت های اینها از هر دو جانب که نگاه بکنیم میسوزن، و یا این جمهوری اسلامی است که باید در درون خودش اغلایی داشته باشد که بیان بیرون و سعی بکنند که مملکت رو از زیر این ضربه خارج بکنند. مثلا اشخاصی مثل همین آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی که مدعی این هستند که با احمدی نژاد در یک جا نمی نشینند و از یک ماهیت و یک سرشت نیستند، خب اینا باید صداشون رو بلند کنن. اصلاح طلبان داخل کشور که 10 سال مردم رو فریب دادن و گذاشتن که موقعیت به این وضعیت فعلی بیانجامد، باید صداشون رو بلند کنن و بر علیه آنچه که به وسیله آقای احمدی نژاد و اعوان و انصارش داره صورت میگیره و آشکارا معلومه که اینها حل مشکلات خودشون رو در داخل کشور و پیشرفت خودشون رو در خارج از کشور و در جهان اسلام در این می‌بینند که اسرائیل یا امریکا بهشون حمله بکنه. بنابراین حتی اگر اسرائیل و امریکا به ایران حمله بکند که خدا نکند چنین اتفاقی بیفتد، اون کسی که موجب شده همین آقایون هستند و نه هر کس دیگه‌ای که اینها رو زیر ضربه ببرد یا نبرد. مسئله در این است که ملت ایران وقتی که واقعه از 11 سپتامبر اتفاق افتاد، برای اینکه همدردی خودشون رو با غرب و با امریکا نشون بدن آمدن بیرون، شمع روشن کردن، پیاده روی کردن و غیره.
این موقعیت که صدها برابر از اون موقعیت خطرناکتر و خطیرتر هست، من نمیدونم چرا کسی رو به فکر این نمیاندازد که شما صبح بلند میشید دنبال نورتون میدوید، درست وقت ندارید به کار سیاسی بپردازید، درست همه اینها به کنار، اما آنچه که داره شما رو تهدید میکنه جان شما، مال شما، زندگی شما، فرزندان شما هستند. و شما اگر که خودتون اقدام نکنید برای اینکه از این اوباشی که آمدند سر کار و سرنوشت مملکت رو بازی گرفتن خلعیت نکنید، خب خودتون رو با اونها هم سرنوشت کردید. اونها میخوان که جنگ بشه، اونها در تصور خودشون این هست که همونطور که امریکا رفت در عراق و به قول اینها در باسلاق عراق گیر کرد، حالا میاد. از 4 سال بود پیش بودش که اون آقای حسن عباسی که تئوریسین اینهاست در تلویزیونی که از ایران پخش میشد برای امریکا نشسته بود و میگفتش که ما برنامه‌مون اینه که ما که نمیتونیم با یه غور گندهی مثل امریکا در بیفتیم، پس ما 2 راه داریم، یکی این که بیاییم و در جاهای مختلفی دردسر درست کنیم برای امریکا تا نیروی امریکا متفرق بشه و در نتیجه ضعیف بشه، و در این حال ما از حمله امریکا به عراق استقبال میکنیم برای اینکه میره اون تو و در باطلاق گیر میکنه. بنابراین این در واقع جمهوری اسلامی است که به قصد کشتار مردم ایران دست به یک بازی سیاسی زده است به این خیال خام که در پایان این مناقشه یا جنگ و برخوردی که در بگیره اونها در منطقه برنده خواهند. آقای دکتر نوریالا، این طرح و این برنامه جمهوری اسلامی درست، ولی اشاره کردید که ما در خارج از کشور نقش تعیین کننده و عمده‌ای نمیتوانیم داشته باشیم. این هم درست، ما نمیتونیم تعیین کننده باشیم، ولی آیا ما یک صدای اعتراض نمیتونیم داشته باشیم؟ چرا هیچ اتفاقی نمیافته؟ چرا مثلا ما اقدام به برگزاری یک تجمع در مقابل کاخ سفید آمریکا نمی کنیم که در اونجا بگوییم آقا جمهوری اسلامی نه، حمله نظامی به ایران هم نه؟ چه اتفاقی میفته؟ یا حمله نظامی انجام میشود یا انجام نمیشود؟ آیا این صدای اعتراض یا این خواسته‌ای که من مطرح میکنم یه امر غیر عادی است؟ آقا درست نیست؟ چه راهی وجود داره؟ آیا اگر چون هم احتمال داره این حمله اتفاق بیفته هم احتمال داره اتفاق نیفته، بله. اگر نیفته ولی ما این اعتراض کرده باشیم، ما چه چیزی رو از دست میدیم؟ کی ما میتونیم جلوی حادثه لااقل قرار بگیریم در مورد نقش خودمون؟ الو، من در خدمتونم. بله، عرض کنم که یک بار صدای شما قطع شد در پایان سخنانتون. عرض کنم که من هیچ مانعی نمیبینم در بلند کردن صدا در خارج از کشور. اون چیزی که منظور نظر من بود این بودش که ما اکثرا برمیگردیم شرایط رو با شرایط دوران انقلاب مقایسه میکنیم که در خارج از کشور عرض کنم که تظاهرات وجود داشت و عرض کنم که اعتراضات وجود داشت و غیره. بله. و فراموش میکنیم که این تظاهرات و اعتراضات زمانی در خارج کشور شکل گرفت و معنا پیدا کرد و راستا پیدا کرد و نتیجه و تأثیر پیدا کرد که در داخل کشور حرکت شروع شد. صحیح. خارج از کشور به عنوان پشتیبان داخل کشور سخن گفت. آیا این مسخره نیستش که فکر کنید حالا 5000 تا ایرانی رفتن جلوی کاخ سفید پلاکارد در دستشون گرفتن که نه جنگ نه جمهوری اسلامی؟ اما اونهایی که تصمیم میگیرن در اون کاخ سفید به من و شما نگاه نمیکنن، نگاه میکنن در داخل کشور ببینن مردم داخل کشور چه میگن. جمهوری اسلامی که هم تو با رادیو و تلویزیونش تمام دنیا رو بمباران کرده که تمام مردم ایران دنبال حق مسلم خودشون هستن، میخوان انرژی اتمی داشته باشن، تا آخرین قطره خون پاشوایی میستن، همینطور استشهادی ها میاین و امضا میکنن برای اینکه به خودشون بمب بندن و برن با دشمن بجنگن، و ما اصلا صدای مخالفی حتی از اپوزیسیون رسمی و شناخته شده جمهوری اسلامی نمیشنویم. یه نقنوقی این ور اونور میکنن و هیچ گونه حرکت جدی صورت نمیگه. آخه کجا هستن این نمایندگان مجلس ششم که اینقدر ادعا داشتن؟ کجا هستن نمیدونم آقای دکتر معین، آقای
به هزار یک دفعه آدم دیگه‌ای که اونجا هستند و مدعی این بودن که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند چطور الان سکوت کردن؟ آیا این سکوت ادامه همون سکوتی نیستش که اصلاح طلبان در دوران حکومت آقای خاتمی کردند و گذاشتن که کار به اینجا بکشه؟ مگر آقای روحانی که نماینده آقای خاتمی در مذاکرات اتمی بود پس از اینکه این شغل ازش گرفتن و دادن به آقای لاریجانی، ایشون در مصاحبه ای این رو بیان نکردن که ما توانستیم در این مدت برای خودمون از طریق مذاکرات وقت بخریم؟ وقت بخرن که چیکار بکنن؟ اگر که حسن نیتی وجود داشتهش که وقت خریدن لازم نبودش، میرفتن تو جلسه میشستن و با حسن نیت مذاکره میکردن. این کاملا معلوم بوده که تمام اصلاح طلبان، آقای خاتمی و غیره که میگوین ما از سرشت اون دیگری نیستیم، دقیقا نقش یک فاساد یا رونمایی رو بازی کردن که اون پشت اینها کار خودشون رو انجام بدن. و الان هستش که اینها باید واقعا اگر که تفاوت ماهویه با اونها دارن خودشون رو نشون بدن، مردم رو دعوت بکنن به اینکه بیان بیرون، نه برای اینکه بیان جمهوری اسلامی رو بیاندازن، این از اینها عهده اینها خارج است، ولی بیایند و به آنچه که خطر جدی برای یکایک مردم ایران هستش اعتراض بکنند. مردم ایران مگه فراموش کردند که همین چند سال پیش بود که از آسمان موشک و بمب میبارید و هیچ کسی ایمن نبود، جانش ایمن نبود؟ این جمهوری اسلامی، این حکومت فعلی، این آقای خامنه ای در واقع میخواهند که شما رو بار دیگر به چنان وضعیتی برسونند. مگر این جمهوری اسلامی نبود که رهبرش وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد ایشون گفتن جنگ برای ما رحمت است؟ آیا کسی از خودش پرسیده که معنای این حرف چیه؟ رحمت یعنی چی؟ رحمت یعنی که این جنگی که داریم میکنیم، این حملهی که به ما شده، این بچه هایی که ما داریم میفرستیم به میدان جنگ و روی میادین مین راه میروند، کشته شدن اونها به نفع ماست، اشغال ایران به نفع ماست. چرا؟ برای که ما میتوانیم از این بحرانی که به وجود آمده استفاده بکنیم و مهار قدرت خودمون رو در دست بگیریم و محکمترش بکنیم و هر کاری که علیه ملت ایران بکنیم موجه باشد به خاطر اینکه شرایط جنگی است. متشکرم آقای دکتر نوریالا. بعضی از بینندگان مدت هاست که روی خط تلویزیون هستن، اجازه فرمایید که صداشون رو بشنویم. من در این دقایق که صدای بیننده رو میشنویم شما رو میذارم روی هولد، شما صدا رو خواهید شنید ولی با من نمیتونید گفتگو بکنید تا زمانی که بیننده حرفش تموم بشه و من برگردم خدمت شما. اجازه فرمایید که اولین بیننده رو صداشون رو پخش بکنیم و نظرشون رو بشنویم. مدت هاست که روی خط منتظر هستن. نسیم شمال بفرمایید. الو با من هستید؟ بله بله با جناب علی هستم. قدری بلندتر صحبت بفرمایید. بله حتما. من می‌خواستم به اون سوال شما یکم جواب بدم، ولی دکتر به خوبی دقیقاً همون حرفی که من فکر می‌کردم زدن. واسه همین در اون مورد چیزی ندارم اضافه بکنم. نکته دومت که به نظرم رسید راجع به این سوال شما که ایرانی‌های خارج از امریکا چی کار میتونن بکنن، انها کاری که به نظر من میشه کرد، چون حرف ایشون کاملا درسته، من فکر نمی کنم تظاهرات در جلوی کاخ سفید یا جای دیگه هیچ اثری داشته باشه. همونطوری که زمان جنگی، زمان حمله به عراق، میلیون ها نفر دور دنیا تظاهرات کردن، نه فقط تو خود امریکا، و هیچ اثری تو این نقشه حمله به خاورمیانه و عراق نداشت و فکر نمی کنم اون کارها در مورد ایران هم هر نقشه‌ای که هست، هر زد و بندی که هست داشته باشه. ولی کاری که ما میتونیم بکنیم مثل کارهایی که شما دارین میکنین، فکر میکنم یک مقدار بازسازی و گشایش دروغ ها و در حقیقت دسیسه هایی که این جمهوری اسلامی به خورد مردم میده، مثلا همین مسئله نیروی اتمی که دکتر بهش اشاره کردن، یک کاری که دولت اسلامی تونسته با موفقیت بکنه اینه که بگه ما شاید به تو، بدون اینکه این حرف رو بزنم، حرفی که ممکنه خواهش کنم خلاصه بفرمایید. بله بله، اینه که
ممکنه ما بد باشیم، ولی اینایی که دارن میخوان به ما حمله بکنن از ما بدترن. و این برمیگرده به اون حرف که اثبات شه نفی معاهدات نمیکنه. چون امریکا بده معنیش این نیست که ایران بد نیست یا خوبه. اونو یه مقدار تفکیک کردن فکر میکنم طرز فکر مردم ایران تا جایی که میشه اثر گذاشت. و دروغ دیگه همین قسمت اتمیشه که اگر فکر میکنین این برای ایران بارسازی داشته باشه، هیچ جوری اینو از نظر عقلی و استراتژیک نمیشه توجیه داد با تکنولوژی دست دوم قدیمی روسیه، به جز اینکه ابراز بقای خودشون. متشکرم از شرکتتون در برنامه، خیلی متشکرم. آقای دکتر نوریالا، شما شنیدین صحبتاشونو؟ فقط یه جمله آخرشون قطع شد، گوش میکردم، بسیار متین و درست فرمودن. آقای دکتر نوریالا، من و شما با هم هم عقیده در این زمینه نیستیم، میخوام این روشن بکنیم. شما معتقدید که هیچ حرکتی از سوی ما در خارج از کشور به دلیل اینکه نمیتواند مؤثر باشد و نمیتونیم ما پیش قدم بشیم قبل از اون که حرکتی در داخل کشور اتفاق بیفته، درست میفهمم؟ ببینید، من عرض میکنم که این کار حاصلی نداره، ولی باهاش مخالفت ندارم و در اینها حاضرم خودم در هر کدوم از این تظاهرات به شخص شرکت بکنم. ولی من معتقدم تا زمانی که مردم ایران اقدام نکنند، هر صدایی در خارج از کشور در خلاء هستش. ما به عنوان نیروهای پشتیبان و حامی میتونیم عمل بکنیم. میدان جنگ اونجاست، آدم در خطر اونجاست و البته که ما باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم برای اینکه از حمله امریکا به ایران جلوگیری کنیم. ولی من فکر میکنم که اگر که گوش کرده باشیم این دو سال گذشته رو، مرتب آنچه که گفته شده از جانب امریکا این استش که اگر مردم اقدام بکنند ما در کنار اونها هستیم. امریکا الان رویاروی و به اصطلاح کله به کله فقط با جمهوری اسلامی طرفه و ما صدای دیگه ای نمیشنویم در اونجا. جمهوری اسلامی در به قول آقای خامنه ای که میگوید که اصلاح طلبان و اصولگرایان دوبال این کبوتر هستند، جمهوری اسلامی با دوبال این کبوتر، یکیش با سکوتش و یکیش با سخن پراکنی خودش، دعوت به این حمله رو روز به روز داره تشدید میکنه. و اون نیروی سوم، اون مردم که میتونن صبح بلندشن برن در صفحه عرض کنم که رأی دادن به ایستن، با این که میدونن که رأیشون رو کسی نخواهد خوند، صندوق ها پر خواهد شد، اما میرن بیرون و توی صف می ایستن به این امید که شاید مثلا به جای فلان شخص خشن یا آدم نرمتری بیاید. چطور متوجه این شمشیر دموکراسی که بالای سر ملت قرار گرفته نمیشن و در این مورد اقدام نمی کنن؟ به نظر بنده اگر مردم ایران اقدام نکنند، هر کاری که ما بکنیم فقط آب در هاون کوبیدنه. ولی من در خدمت شما هستم. متشکرم آقای دکتر نوریالا. اجازه بفرمایید خط دیگری رو من بگیرم و بیننده دیگری رو که مدت هاست روی خط هستند بیارم. نسیم شمال، بفرمایید. آقا سلام علیکم. سلام، قدری بلندتر صحبت فرمایید. من کامران هستم، از کانادا زنگ می‌زنم. بله آقای کامران، بفرمایید. عزیز من، اول خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از این برنامه‌تون. دوم، چیزی که من فکر می‌کنم که نه جنگی بشه نه هیچی، تمام ایرانی‌های داخل کشور و خارج کشور با ایمیل با نامه به سفارتخانه‌های تمام دنیا بگن سفارتخانه‌هاتون رو ببندید و هیچ دیدی با این افراد نکنید. نه پروازشون رو بیرون بفرستین، نه کشتی بذاری از بیرون بیاد بیرون، که متوجه بشن گوجه کارن. در غیر این صورت جنگ بر ضرر ملت ایران است. قربون شما برم. متشکرم. مرسی. آقای نوریالا. بله، عرض کنم که باز من پایان حرفشون رو ده. ولی به نظر بنده این حرف بسیار درست است. ببینید، من همیشه اعتقادم این بوده است که حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی که اقتصاد مملکت رو تعطیل کردند و تولید ملی رو از بین بردند، فقط از طریق تکیه کردن بر درآمد نفت حیات دارند و ادامه حیات میدن. و به نظر من اگر که 3 ماه 4 ماه کسی از اینها نفت نخره، اینها خودشون به زانو در خواهند آمد. مشکل ما در این است که ما با یک جهانی روبرو هستیم که این جهان تاجر مسلک بی اصول و عرض کنم که فروشنده است
شما نگاه بکنید رفتار از یک سو اروپا رو که مدعی حقوق بشر و غیره است، و از سوی دیگه نکبتی رو که از جانب عرض کنم که چین و شوروی سایش رو روی مملکت ما انداخته. اینها هستن که تنها چیزی که براشون مطرح نیست زندگی مردم ایران، رفاه مردم ایران و آینده مردم ایرانه. اینها تا اونجایی که بتونن جمهوری اسلامی رو هول میدن به طرف این که عرض کنم که نفت اینا رو تامین بکنه و یه جوری باهاش کنار بیان و بازارهاشو باز بکنه برای چین و شوروی و غیره، و آقای شوروی هم دستگاه های دست دوم و خطرناک خودش رو به ایران بفروشه. من 100% اعتقاد دارم که اگر جهان تصمیم قاطع بگیرد برای اینکه جمهوری اسلامی رو محاصره واقعی اقتصادی بکنه، درسته که مردم ایران زجر خواهند کشید و گرسنگی خواهند کشید، ناراحتی خواهند کشید، ولی به نظر من صدها برابر این حالت بهتر از آن است که بر سر اونها بمب اتمی ریخته بشه یا بمب‌های خوشه‌ای و غیره. در نتیجه من 100% معتقدم که هر کسی باید با سناتور محل خودش، با نمایندگان مجلس محل خودش باید گفتگو بشه و از اونها بخواد که روی جنبه محاصره اقتصادی تاکید بکنه. متشکرم. بیننده دیگری رو با هم گوش میکنیم. نسیم شمال بفرمایید. شب شما بخیر بابا. شب شما هم بخیر. آقای فروزنده. بله بله. قربان من میخواستم خدمت آن جناب عرض کنم که من با جناب علی هم عقیده‌ام. بله بفرمایید. خواهش میکنم از تلویزیون گوش نکنید. من با شما کاملا عقیده‌ام، به خاطر که ما ایرانیای خارج از کشور تا حالا قدمی بر نداشتیم به معنای که وظیفه‌مون رو در مقابل کشورمون انجام داده باشیم. ما از جمهوری اسلامی توقعی نداریم. این رژیم از روز اول ماهیتش مشخص بوده، گفته آقا من در یک کلمه من ایرانی نیستم و برای فرهنگ ایرانی هم ارزش قائل نیستم. اینو بارها تو تمام کارهای جمهوری اسلامی شما دیدید. و من با این قسمت گفته آقای نوری‌علا موافق نیستم که ما ایرانی خارج از کشور کاری نمیتونیم بکنیم. ما خیلی کار میتونیم بکنیم. ما با یه همبستگی میتونیم تأثیر بسیار زیادی رو در داخل کشور بذاریم. برای اگر ما 4 میلیون ایرانی که در خارج از کشور پناهنده شدیم یا به نوعی فراری یا به نوعی از خونی بیرون رانده شدیم، آیا ما قادر نیستیم یک حرکتی رو بندازیم؟ به نظر ما قادر هستیم. فقط باید از افرادی مثل شما و آقای نوری‌علا شروع کرد تا به بقیه برسه. متشکرم. از تلویزیون توجه فرمودید استاد آقای دکتر نوری‌علا. خیلی ممنون. آقای نوری‌علا. بله عرض کنم که ایشون با اینکه با نظر من مخالفت کردن ولی در مورد نظر من صحبت نکردن. من داشتم مشخص به پاسخ میدادم به پرسش مشخص شما در مورد براه انداختن عرض کنم که تظاهراتی در مقابل کاخ سفید و اینجور کارا، در حالی که ایشون صحبت از وحدت کردن که به نظر من این اصلا اون کلید سحرآمیز گشایش هر دریه. ولی متاسفانه من آثاری در این زمینه که نیروهای فعال سیاسی خارج از کشور زمینه حتی اتحاد عمل با همدیگر فراهم کرده باشند نمی بینم. و به نظر من همونقدر که اصلاح طلبان خارج از کشور به تشدید از کنم که عملیات این دیوانه ها کمک کردن، در خارج از کشور هم بیعملی و اختلافات مسخره‌ای که وجود داره، در حالی که مرتبا همه از اصول مشترک فکری دم میزنند، اما هیچ گونه حرکتی که آدم ببینه که به سوی یک نوع وحدتی حرکت میکند وجود نه. اگر این وحدت به وجود آمده بود، شاید ما چندین سال پیش، 4 سال 5 سال پیش توانسته بودیم یک آلترناتیوی رو بیافرینیم که دنیا پسند باشه و بتواند از حلقوم ملت ایران سخن بگه و در نتیجه اصلا کار به اینجا نکشه. این اهمال خارج از کشور در نداشتن اتحاد و نداشتن تشکیلات سیاسی که بتونه آلترناتیو تولید بکنه هست که ما رو به اینجا کشونده. ممنونم. نسیم شمال بفرمایید.
با من هستی جناب فرزنده؟ بله با جناب علی هست. خیلی ممنون از وقتی بهم دادید. جناب فرزنده، اولین چیزی که می‌خواستم بگم، نمی‌دونم شما بحث‌های آقای نوری علا رو 4 سال پیش در برنامه هوای تازه دیده بودید یا نشنیده بودید یا نه. هوای تازه؟ اگر اشنا فرش ایر بود با خانمشون، خانم منظورت چگوه میرزادگی داشتم. من برنامه آقای نوری علا رو در زمینه کارگاه اندیشه و گرشتالان، بله معذرت میخوام، کارگاه اندیشه بود. بله برنامه ها رو دیدم. بله حدود تقریبا قبل از حمله به عراق اینشون جز موافقین 100% حمله بودن و صحبتشون این بود که صدام دیکتاتوره و تنها طریقی که میشین ایشون رو برداشت از طریق حمله است. بله خانمشون موافق بودن، مخالف بودن، معذرت میخوام، و میگفتن که این نمیشه. من سوالم از ایشون اینه که اولا که الان ما به قول معروف میگن نمبرز تاک، یعنی ارقام صحبت میکنه. بله تو این 4 سال بر طبق آماری که دانشگاه هاپکینز داده و نشریه لنست، کمتر از 4 سال 650,000 نفر آدم تو عراق کشته شده به خاطر این جنگ. توی جمهوری اسلامی 27 سال 100,000 نفر آدم کشتن که حدود 20 نفرش از خود فامیله من بودن، از جمله یکی از برادرام. من میخوام ببینم کدومشون اگر به معیار شما که میگید آدم کش هستن، کدومشون بیشتر آدم کشتن، باعث مرگ شدن از دخل فرق نداره. مگه فرقی میکنه بین 100,000 و 600,000 و 700,000؟ نه من فرق نمیکنه، ولی صحبت سر اینه که اولا که اینشون اصلا صحبتی تو مقاله اینشون هم اگه بخونید مطلقا صحبتی اصلا از نقش آمریکا نیست. الان هم که صحبت میکنن اصلا مطلقا از این که چقدر اینا اولا سپورت کردن صدام اصلا به وجود نمیاد، صحبت از هیچی نمیاد. اگر آدم کشی فرق نمیکنه دقیقاً 3,000 6,000 فرق، این پوینت منه. من میگم همون قدری که خامنه ای میتونه آدم بکشه 3,000 تا تو 27 سال، تو 4 سال اونجا تو عراق 650,000 نفر کشته شده، چرا از اون ور نمیگید؟ صحبت من اینه. بعدش در موردی که حمله مستقیم به ایران، شما میدونید حتی کسایی مثل آقای نوریزاده، کسایی مثل آقای میبودی هم مستقیما هیچ وقت نمیگن حمله کنید، ولی خب آمار ایمان مشخص میشه، تیپ تو نوعی که حرف میزنن دقیقاً دارن چراغ سبز میدن، همون چیزی که شما گفتید. من فقط میخواستم میتونم یه قسمت از مقاله ایشون رو بخونم؟ مقاله ایشون رو نه، برای اینکه میدونید چون مقاله رو باید تمامیت شمرد مطالعه قرار داد، شما یه پاراگراف مقاله رو بخونید که کار به نظر من کار درست. مقاله اینقدر روشنه میگم، یعنی من فکر کنم شما فقط این مقاله رو بخونید، بذارید مقابلش با مثلا مقاله که از لوموند دیپلماتیک اومده دوست ما صدام، مقاله که از آقای رابرت فیسک اومده توی ایندیپندنت نوشتن، قشنگ مشخص اینشون اصلا تنها چیزی که اسم نبردن از نقش جورج بوش، نقش آمریکا، نقش دولت‌های غربی، کمکش به صدام باعث شدن چه بلایی سر همه اون منطقه آورد. بسیار خوب، شما محتوا و برداشت خودتون از مقاله ایشون فرمودید، حالا اجازه بدید که ایشون پاسخ بدن. من فقط یه سوالی که میتونم بکنم از ایشون؟ بله میفهمم. آخرین سوال. بله میفهمم. الان میگم چون 4 سال پیش کاملا موافق جنگ با عراق بودن، نمیدونم حالا حرفشون رو عوض کنم، ولی فکر نمی‌کنن حداقل الان بعد از وضعیتی که دارن می‌بینن توی عراق که واقعا به قول شعار گفتن میگن بر مرده بر زنده باید گریست نه بر مرده، میخوام اینم فکر نمی‌کنن واقعا حداقل یه معذرت خواهی به مردم عراق بده کارن؟ معذرت خواهی به مردم عراق بده کارن؟ بله بخاطر اینکه ایشون طرفدار جنگ با عراق بودن. بسیار خوب، از تلویزیون توجه فرمایید، پاسختون میاد. آقای نوریالا متاسفانه باز حرفشون قطع شد. نه 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 حرفشون قسمت ببخشید قسمت آخرش صحبتشون این بود که آیا شما نظرم خواهی بکنم؟ بله بله همین. ببینید من فکر میکنم که ایشون دارای حافظه درستی نیستن. اون برنامه‌ای که ایشون میگن نه هوای تازه بود نه کارگاه اندیشه، برنامه‌ای ما داشتیم در رادیوی رادیو تلویزیون یاران به نام برمیز تشریح. بله زمانی ما این بحث ها رو در اونجا شروع کردیم، من و خانم میرزادی، که بحث انتخابات در امریکا بود و من میگفتم که من به بوش رای میدهم، ایشون میگفتند که من به کری رای میدهم. ما هرگز اصلا بحثی در مورد حمله به عراق در این میونه نکردیم و این نوارهای اینها وجود داره. اگر که این دوست ما برای روشن شدن وجدان خودش دوست داشته باشه که این برنامه ها رو گوش بکنه، من به رایگان اینها رو تکثیر میکنم و اگر که از طریق سایت ما پویشگران.com با من تماس بگیرن و آدرس خودشون رو بدن، من این دیویدی ها رو براشون میفرستم تا خودشون ببینن که اساسا ما هرگز راجع به جنگ بحث نکردیم. بحث ما راجع به این بود که بین کری و بوش یکی رو باید انتخاب بکنیم. این به جای خود. دوم این که هیچ کسی نیستش که به نظر بنده الان فکر بکند در مورد این که امریکا در عراق درست عمل کرده است.
رفتن امریکا به عراق یک بحث، رفتن نوع عملی که اینها انجام دادن یک بحث دیگری است. شما توجه کنید که وقتی که امریکا میخواست به عراق حمله کنه، نه تنها یک قطعنامه از سازمان ملل رو تو جیبش داشت، بلکه مجلسین امریکا، همین آقای کری که از کنم که چی میگن رقیب انتخاباتی ایشون بود، هم رأی دادن و به رئیس جمهور امریکا اجازه دادن که این حمله صورت بگیره. بنابراین اگر که معذرت خواهی بخواهد باشه در این زمینه که چرا ما به بوش رأی دادیم، خیلی ها باید در این مورد معذرت خواهی بکنن. من البته که فکر میکنم آقای بوش سراپا در آنچه که در عراق انجام داد، عرض کنم که فریب انگلیس ها رو خورد و این کار رو انجام داد و به هیچ وجه نفهمیدش که داره وارد چه میدان مینی میشود و غیره. بنابراین اگر که مسئولیت حمله امریکا به عراق رو این آقا میخواد گردن من بندازه و من واقعا چنین مسئولیتی اگر داشته باشم، نه تنها باید عذرخواهی بکنم، بلکه باید محاکمه هم بشونم. ولی در این حال من فکر میکنم که ایشون تصورشون این است که وقتی که دو نفر دارن در یک موضوع معینی بحث میکنن، باید طرفین در باره همه موضوعهای جهان در اونجا صحبت بکنن. آیا ما امشب بحثمون این بودش که امریکا در حمله به عراق برحقه؟ آیا ما گفتیم که 100 هزار تا کشته بدتر از 650 هزار تا کشته است؟ ما بحثمون این بودش که جمهوری اسلامی در جمیع جهات خودش با همه لشکر چپ و راست خودش مملکت رو برده به آستانه این که بهش حمله بکنن، و در این مورد اصرار و ابرام دارد که این حمله صورت بگیرد. از مدت‌ها پیش رفته از تمام مراکز اتمی خودش کنار شهرهای بزرگ قرار داده که وقتی که این حمله صورت گرفت، مردم شهرهای بزرگ تکه تکه بشن و قربانی بشن. ما داریم راجع به این بحث میکنیم، ایشون به من میگن که چرا تو امریکا رو محکوم نمی‌کنی. من میگم اصلا بحثی که داره میشه راجع به حقانیت نیستش که من بخوام محکوم بکنم یا نکنم. یک کشور گردن کلفتی به نام امریکا با یه نوچه‌ای توی منطقه به نام اسرائیل وایسادن، به ناحق، اصلا دشمن خونی بشر همه اینا هم هستن، اما میخوان مملکت من رو به بهانه این که این حکومت داره بمب اتمی میسازه، میخوان بمباران بکنن. و من نمیتونم این رو گوشزد نکنم به مردم خودمون که اگر که حرکت نکنید این امر صورت خواهد گرفت. من سعی میکنم در داخل اجندا یا صورت جلسه‌ای که شما تعیین میکنید صحبت بکنم و سعی میکنم که از هر چمنترانه ای نیارم این بسن. ممنونم از محبت شما. آقای دکتر نوریالا، به آگهی های تجارتی تلویزیون توجه میکنیم. بینندگان عزیزی مدت هاست که روی خط تلویزیون هستن. در فاصله آگهی ها من و شما باید تصمیم بگیریم که برنامه رو به روال موجودش برای پاسخ به این بیننده ها باید ادامه بدیم یا برگردیم سر بحث اصلیمون که امشب با تأخیر انجام میشه. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه امشب با آقای دکتر اسماعیل نوریالا هستیم. طرح عادی برنامه رو به کنار گذاشتیم و بینندگانی مدت هاست روی خط تلویزیون هستن و سوالاتی رو دارن میخوان مطرح بکنن که اجازه فرمایید که سوالات بیننده ها رو بشنویم و پاسخهای دکتر نوریالا رو. موافقت میفرمایید آقای دکتر؟ بنده در خدمتتون هستم با کمال میل. نسیم شمال بفرمایید. جناب آقای فروزنده و آقای دکتر نوریالا، درود بر شما. جناب فروزنده، من با یک نقل قول از مصدق بزرگ میخوام که علت هم عقیده شدن یا هم عقیده بودن با شما رو ابراز کنم. ایشون وقتی که قرار بود به مجلس برن و بر علیه سلطنت رضا شاه رای بدن، یک عده گفتن آقا ما آبرو داریم و فلان کس در مجلس فوش میداد و نه، و اون نقل قول معروف ایشون بود که یک توپچی یک عمر پول میگیره که زمان جنگ بره و توپ بندازه، و ما الان اون توپچی ها هستیم. من با عقیده شما برای یک تظاهرات جلوی کاخ سفید سازمان ملل موافقم، به این خاطر که ممکنه ایجاد بشه در ایران هم یک تظاهرات، یک حرکت شروع بشه. من نمیگم، ولی ما نباید
بترسیم از این که آبرومون میره، خیت میشیم، 200 نفر بیشتر جلو نیاد و ماهیتا نتیجه سیاست خارجی امریکا هم بر اون اثری نذاشته باشه. ولی ما باید وظیفه خود انجام بدیم، وظیفه خودمون انجام بدیم و یک سری شعارهای واحد مثل که جمهوری اسلامی نه، حمله به ایران نه، مردم ایران با شروع جنگ مخالفت کنید، مردم ایران جنگ عراق رو به خاطر بیاورید و چیزهای دیگه و فروزنده و مشیری و کسایی که وجه خوبی در بین مردم خارج کشور دارن بعد پیش قدم بشن و ظرف یک ماه اینو درست کنن، اعلام کنن روزش و اجازه تظاهرات بگیرن ببرن. من برای هر دوتون آرزوی موفقیت میکنم و با سپاس فران هنگام خوش. برمت شما سید آقای نوریالا. بله عرض کنم که من یک ملاحظه‌ای در این زمینه دارم که نمیخواستم صراحتم بگم، ولی خب الان که این بیننده گرامی ما این سخنان رو گفتن من اون ملاحظه رو خدمتتون عرض بکنم. من اعتقادم بر این است که کلید حل این ماجرا در دست مردم ایران در داخل کشوره و اگر که تظاهرات بر علیه این قضیه از خارج کشور آغاز بشود، درست این همون بهانه ایست که جمهوری اسلامی دنبالشه که این مردمی که آمدن توی خیابون و بر علیه مواضع جمهوری اسلامی تظاهرات میکنن در داخل کشور، اینها الهام گرفته از خارج کشورن. شما فکرش رو بکنید که حالا در این میونه مثلا آقای رضا پهلوی هم یک اعلامیه بدن که طرفداران ایشان بیان در جلوی کاخ سفید تظاهرات بکنن، آقای رجوی هم از اون بر همه جمع شن، پرچماشون هم دستشون بگیرن و با وحدت کلمه‌ای که این دوست ما میگوید برن و بگویند که جمهوری اسلامی نه و جنگ هم نه. آیا فکر میکنید که مردم ایران در موقعیتی که قرار دارن آیا میتوانن در داخل کشور به عنوان پاسخ دادن به این ندا بیان توی خیابون؟ در حالی که اگر که اونها بیان توی خیابون و ما به پشتیبانی از اونها بریم بیرون، ما عرض کنم که اسلحه به دست جمهوری اسلامی ندادیم. جمهوری اسلامی اشتهای سرکوب داره و الان دیدیم که در آذربایجان، در خوزستان، در جاهای مختلفی به کوچکترین بهانه مردم رو به تیر می‌بنده، با دانشجویان اون کارو میکنه و غیره. حالون که یک ملتی حق دارن بیاین بیرون حتی اگر اقلیت باشن و نسبت به عرض کنم که سیاست‌های دولت خودشون اعتراض بکنن و بگن آقا ما مخالفیم با این کاری که شما دارید میکنید. و این اکسیون اصلا اکسیون سیاسی نیست، این یک اکسیونیه که برای مساله، برای زندگی جانهای تک تک ایرانیان مطرح هستش و این رو نباید آلودش کرد به مطامع سیاسی در این وسط. ما میخواهیم که به ایران حمله نشود و این رو باید از گلوی مردم ایران جهان بشنود. متشکرم. به خط دیگری توجه میکنیم، بیننده دیگری رو روی خط میاریم و باش صحبت میکنیم، نظرشون رو خواهیم شنید. آقای بابک خواهش میکنم شماره تلفن تلویزیون هم روی صفحه بگذارید. بینندگانی که مایلن برنامه‌های نسیم شمار رو ملاحظه کنن میتوانند به سایت www.farhangiran.com علاوه بر چنل وان که برنامه به طور زنده پخش میشه، آرشیو در اونجا می شود، می توانند به آدرسی که روی صفحه تلویزیون هست مراجعه کنند. معمولا اینها برنامه ها دو هفته بعد از تاریخ پخشش در اونجا روی سایت میره و مدت ها هست قابل استفاده شما بینندگان عزیز می تواند باشد. اجازه فرمایید که بیننده دیگری رو با هم گوش کنیم. نسیم شمال بفرمایید. جناب فروزمنده و آقای دکتر درود بر شما. خواهش می‌کنم. سوال داشتم قربان. بفرمایید. سوال اول من اینه که الان 27-28 ساله که جمهوری اسلامی میگه دولت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آیا منظورشون از غلط کردن یعنی دولت آمریکا اشتباه نمیکنه یا اینکه هر کاری که اینها کردن جمهوری اسلامی کرد کسی جلوشون وای نسه؟ سوال دومی که دارم، تظاهرات پیش بیاد آیا این به معنای اون نیستش که از جمهوری اسلامی دفاع میکنیم و بهشون میگیم که کارهایی که دارن در تمام دنیا انجام میدن کار درستیه، یا اینکه اجازه میدن دو نوع تظاهرات داشته باشیم، یک تظاهرات بر علیه جمهوری اسلامی، یک تظاهرات هم
در بر علیه جنگ در دو تا کشور، یکی در ایران یکی در امریکا. ممنونم از تلویزیون توجه فرمید. جناب نوریالا، من این یکی رو دیگه آخرش رو اصلا نفهمم. دو نوع تظاهرات داشته باشیم، یکی در بر علیه به اصطلاح جنگ و یکی در داخل ایران اگر اشتباه نکنم یا در خارج ایران بر علیه جمهوری اسلامی و خواستار سقوط جمهوری اسلامی باشیم. حالا من فکر میکنم منظور ایشون این بودش که این تظاهراتی که مثلا در خارج کشور انجام بشه خود به خود به خاطر اینکه مخالفت میکنه با حمله به ایران تعبیر میشود به عرض کنم که این که ما میخواهیم جمهوری اسلامی رو از زیر ضربه خارج بکنیم. من فکر نمیکنم چنین اتفاقی صورت بگیره. اگر که این تظاهرات بخواد شکل بگیره و سازمانی داشته باشه و شعارهایی رو تعیین بکنه، من فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفته. سوال اول ایشونم در مورد اینکه امریکا غلطی نمیتواند بکند، به نظر بنده حضرت امام خمینی اون حرف رو وقتی اون موقع که میزد خیلی شرایط با اکنون فرق داشت. ایشون در نفل و شاتو گاوبندی های خودش رو با دولت کارتر کرده بود و میدونست که کارت سفید در واقع داره. ببینید مملکت ما در دوران شاه لااقل در 15 ساله حکومت شاه رفت به طرف یک نوع اکستریمیزم چپ، حالا از اسلامیش بگیریم تا مارکسیستش بگیریم، و آن نیروی متحرکه که در اپوزیسیون ما وجود داشت چپ بود و نمیشد دولت کارتری که به نام حقوق بشر آمده بود سر کار و شاهی که به علت گرفتن سرطان ناچار بودش که بمیره و عقبه ای هم به اون صورت نداشت و نتونسته بود یک اپوزیسیون ملایم خودش رو داشته باشه، مملکت میافتاد دست چپ ها. و بنابراین تنها راهی که وجود داشت این بودش که بیایند یک شخصی رو به نام آیت الله خمینی بیارند که بتواند به نام خدا هرچی چپ هست از روی زمین بر بیاندازه. و ایشون هم به خوبی این نقش خودشون رو بازی کردن و میدونستند که تا زمانی که این نقش رو بازی میکنن امریکا نه تنها غلطی نمیتواند بکند، نمیخواهد که غلطی بکند. بعدش هم که گاوبندی با آقای عرض کنم که رئیس جمهور بعدی بود که گروگانها رو آقای ریگان آقای ریگان که گروگانها رو آزاد بکنند، بنابراین در اون دوران قضیه فرق میکرد با اکنون. الان مسئله در این است که جمهوری اسلامی به خاطر فریبی که آقای خاتمی جهان رو داد 10 سال برای خودش وقت خرید و در این 10 ساله در تمام عرض کنم که سازمان‌های تروریستی جهان نفوذ کرد و به اونها کمک مالی کرد، برای خودش مسائل اتمی رو راه انداخت. الان با اون زمان آقای خوب در زمان آقای خمینی اگر امریکا تصمیم گرفت غلطی بکنه فردا حساب همینا رو رسیده بود، ولی حتی دیدیم که اسرائیل آمد اسلحه داد به ایران که برود با عراق بجنگید. اصلا صورت مسئله فرق میکردش. امروزه مسئله این استش که جمهوری اسلامی با فریب دادن غرب و با همکاری انگلیس و عرض کنم که اروپا به هوای این که اونها همیشه نگران این هستن که امریکا به منطقه برگرده و بنابراین تمام کوشش خودشون میکنن که یک جوری پای امریکا همچنان قطع بمونه. و جمهوری اسلامی از این تضادها استفاده کرد با سود طلبی روسیه اونور و چین عرض کنم که دنبال گسترش قدرت خودش در منطقه نفتخیز جهان هست، تونست عرض کنم که یک سری عملیاتی رو بکنه که الان او رو در موقعیتی قرار داده که به جنبیدی میتونه منطقه رو به آتش بکشه و در نتیجه کشورهای جهان نه از سر این که دموکراسی بخوان بیارند یا نمیدونم حقوق بشر رعایت بشه، مطامع و منافع خودشون در خطره و به این دلیل میخوان که برای جمهوری اسلامی یک کاری باهاش بکنن اگر که بتونن رام بکنن چین و روسیه رو در این زمینه و بعد اروپا رو. و در نتیجه این خطر جدی الان دیگه آقای خامنه ای نمیتواند بگوید که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. بله متشکرم. اجازه فهمید که بیننده دیگری رو روی خط بیارم. نسیم شمال بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. بله. سلام.
حالت خوبه. مرسی. من خواستم یه سوالی از آقای دکتر بکنم. بفرمایید. در صورتی که رئیس جمهور یک کشوری بیاد توی این رسانه‌های بین‌المللی که تمام دنیا داره پخش میشه اظهار نظر بکنه که یک کشور رو محو بکنه از روی صحنه دنیا، شما چه عکس عملی خواهید نشون داد؟ اون کشوری که میخواد محو بشه باید از خودش دفاع بکنه یا باید همینجور بشینه مثل 9/11 بذارن و برن؟ این از آقای دکتر میخواستم یه توضیح به ما بدن ما روشن بشه. مرسی. توجه فرمایید از تلویزیون. آقای دکتر نوریالا. بله، عرض کنم که این رو که دیگه همه جهان اذعان دارن که بزرگترین خدمتگزار کشور اسرائیل آقای احمدی نژاد بودن، یعنی ایشون آمدند کاری کردند که اسرائیل با هر گونه پروایی که داشته کنار بگذارد و دست به هر اقدامی که میخواد در منطقه بزنه و این بهانه رو بده که خب من برای دفاع از خودم میخوام به ایران حمله کنم و تاسیسات اتمیش رو بزنم. اون موقعی که صدام هنوز این عرض کنم که بهانه رو به دستش نداده بود، این رفتش و تاسیسات اتمی ایران رو زد. چه برسه حالا که یک دیوانه به نام آقای احمدی نژاد رسما خواستار منهدم کردن یک کشور میشه. متشکرم. بیننده بعدی رو گوش میکنیم. نسیم شمال، بفرمید. بفرمید شما. بفرمید آقا. من روی خط هستم؟ بله بله، شما روی خط. سلام عرض میکنم خدمت آقای نوریالی و شما. خیلی ممنون از بحثی که پیش آوردید. من در خیلی موارد با آقای دکتر نوریالی موافق هستم، ولی چند نکته هست که میخواستم خدمت ایشون و شما عرض کنم. این که در مورد این که چرا جامعه ایران یک جامعه غیر متحرکی شده و در حقیقت به قول معروف بی تفاوت شده. آقای نوریالا، در ضمنی که این سوال ازشون دارم، ولی این توضیح هم دارم که جامعه ایران یک جامعه که تحت اختناق شدیده. میبینید که هیچ گونه مطالبی در مورد به عنوان مثال مسئله اتمی در ایران به مطرح نمیشه. مردم حق اظهار نظر ندارن و نمیتونن. شاید این جامعه بسته و کنترل شدیدی که رژیم جمهوری اسلامی داره و در حقیقت تنبیه و مجازاتی که برای تک تک افراد ایرانی ایرانیان در اونجا منظور میداره به خاطر اظهار نظر در مورد کوچکترین حقوقشون، بتونه یکی از عوامل اصلی باشه که فعلا جامعه ایران رو به یک صورت جامعه بیتفاوت در آورده باشه. موضوع دیگه که ایشون فرمودن در مورد اینکه واقعا ما اینجا کاری از دستمون بر میاد یا نمیاد، به نظر من تنها کاری که ما الان میتونیم اینجا انجام بدیم، یکی این که خودمون رو سرگرم اون اپوزیسیونی که فکر میکنیم به نحوی در خارج از کشور وجود داره دیگه نه وقتی صرف اون بکنیم و نه فکری صرف اون بکنیم، بلکه فکری بکنیم با حال این که چگونه میتونیم از این مجموعه یک طرح نوعی ایجاد بکنیم، یک همبستگی و همگونی جدیدی به وجود بیاریم و راهکارهای جدید رو به وجود بیاریم که بتونه تاثیرگذار باشه و بتونه که باعث بشه ما یک حرکت جدیدی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی اینجا انجام بدیم، حداقل در طرفداری از حقوق حقه مردم ایران و خودمون. متشکرم. من فکر میکنم یک موضوع دیگه که باید توجه کنیم، چرا ما تظاهرات در مقابل سفارت شوروی و چین نگذاریم؟ این دو کشور واقعا خونخوارتر از آمریکا هستن که الان تمام منافع مردم ما رو دارن از بین میبرن، دارن میگیرن و میبینید که در جوامع بین المللی و در سیاست بین الملل کاملا به طرفداری از جمهوری اسلامی ایستادن. من فکر میکنم که ایرانی ها باید یکی از اهداف مهمشون در خارج از کشور باشه که حتی به جای اینکه در مقابل کاخ سفید تظاهرات بزنن، در مقابل سفارت چین و شوروی به خصوص این کار انجام بدن. من به هر حال مطالب دیگه دارم، وقت دوستای دیگه رو نمیگیرم.
و امیدوارم که همه موفق باشن. خیلی ممنون. آقای نوریالا، والا من نظر خاصی در مورد اونچه که ایشون فرمودن ندارم. این که میفرمایند دلایل عدم تحرک جامعه ایران رو مطرح میکنند، موضوع بحث ما این نبود. واقعیت این است که مردم ایران الان تحرک ندارند و بیتفاوت شدند. چرا اینطور شدند الان مورد بحث نیست. بحث در این استش که چه بیتفاوت باشند چه نباشند، باید بین زنده بودن و کشته شدن زیر بمب تصمیم بگیرن و عمل بکنن. اینکه مردم حق اظهار نظر ندارن در ایران یعنی چه؟ معلومه که تکی تکی هر کسی که بیاد بیرون میتونه حسابشو برسن، ولی اگر که مردمی قرار بگذارن با هم دیگه و بیان بیرون و بگوین که آقا ما میخواهیم اظهار نظر کنیم در مورد مسئله از کنم که اتمی، ما نمیخواهیم به جایی برسیم که راه برگشت دیگه وجود نداشته باشه و تنها راه موجود این استش که شهرهای ما مورد حمله قرار بگیره، اون وقت اونها هستن که انتخاب کردن. به نظر من هزار و یک دلیل اگر ما بیاریم و همه دلایلمون هم متقن باشد از لحاظ اینکه چرا مردم ایران بیتفاوتند، صورت مسئله رو حل نمی‌کنه. این بیتفاوت ها باید زمانی به خودشون بیان و بدونن که لحظه انتخاب بین مرگ و زندگی فرا رسیده. در این حال ایشون اشاره کردن به اینکه ما منتظر اپوزیسیون نشیم. من نمیگم که ما منتظر اپوزیسیون میشیم، ولی به هر حال هر حرکت اجتماعی داره یک اصول و روندهایی هستش. همینطوری نمیتونن تصمیم بگیرن بگن که ما دیگه منتظر مثلا اینهایی که مدعی اپوزیسیون بودن اصلا نمیشیم و فردا خودمون میخوایم اقدام بکنیم. باز همین ها هم ناچارند که دست به این کار بزنند. و وقتی که ما دارای کانال های موجود هستیم، دو مرتبه واسه چی بریم کانال سازی بکنیم؟ شما اگر که میتونید همه باید فشار بیارن به اینهایی که خودشون رو رهبر اپوزیسیون میدونن که اینها دست از این کلکبازی ها و وقبازی های خودشون بردارن. بعدم البته به ایشون میگویند که بریم جلوی سفارت چین و روسیه تظاهر بکنیم، مانعی نداره، اونجا هم بنده هستم و میام و معتقدم که الان این دو کشور چین و روسیه بزرگترین خطرات رو برای ایران آفریدن و همینطور دارن هلش میدن به طرف یک پرتگاه سقوطی که معلوم نیست اصلا کسی ازش زنده بیرون بیاد. متشکرم. بیننده دیگری رو با هم گوش میکنیم. آقای نوری علم. نسیم شمال بفرمایید. سلام عرض کردم خانم بنده هستین؟ بله با جناب عالی هست. سلام عرض کردم. صحبت بنده در مورد فرمایش اول شماست که فرمودیم بریم در جلو کاخ سفید و بگیم که ما با جنگ مخالفیم، با جمهوری اسلامی مخالف. بله. سوال بنده اینه که یک مرحوم رسمی آمریکا تا حالا هیچ جا اعلان نکرده که ما میخوایم با ایران جنگ کنیم. این جنگ و این برنامه سازهای تلویزیون های ایرانی درست کردن که همشون یه ناو هوافون برکی رفته به خلیج فارس تفسیر میکنن که جنگ شروع شد. اگه یه متخصص نظامی کاملا نیرو بررسی بکنه، به هیچ وجه تا 3 سال آینده آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. نه قدرتش داره، نه مردم آمریکا آمادگی ندارن، نه بوش اینقدر عقلش حد دست داده که با این وضع فعلی این کار رو انجام بده. تا 3 سال آینده خیالتون راحت باشه، به هیچ وجه آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. این صحبت بنده بود. متشکرم. فقط یک سوال از حضورتون میتونم؟ همه فرمی خواهش کن. شما کارشناس نظامی هستین؟ بله بله. سپاسگزارم. بعد از برنامه با من تماس بگیرید، در یه برنامه مفصل نظرات کارشناسانه شما رو خواهیم داشت. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. قربان. آقای نوریالا. بله عرض کنم که خب ایشون ریشگرو میذارن و میگن که ما تا 3 سال احساس خطر نکنیم، اون مسئله دیگری است. من هم مثل ایشون به عنوان یکی از افراد این جامعه فکر میکنم که نه تنها 3 سال دیگه مطرح نیست، همکنون این جنگ شروع شده است. یعنی شما اگر که به سخنان پرزیدنت بوش و خانم رایس در همین 2-3 روزه اخیر گوش میکردید و این که ما به این نتیجه رسیده ایم که عامل اصلی مشکل ما در عراق، کشته شدن جوانان ما در عراق، صرف میلیاردها دلار ما در عراق،
عامل اصلی هدر رفتن اینها جمهوری اسلامی است و ما از این به بعد خطوط ارتباطی عرض کنم که شورشیان عراق با ایران رو قطع خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت که از ایران به عنوان پایگاه خودشون استفاده بکنند و در این حال اجازه صریح آقای رئیس جمهور برای اینکه بروند و اون دفتر اربیل رو بگیرند و بعد هم رو بشود که این سپاهیان سپاه قدس بودند که در اونجا به عنوان ظاهرا دیپلمات می‌خواستن عمل بکنند، به نظر بنده جنگ آغاز شده، فقط این اسکلیشنش به اصطلاح این تشدید و بالا رفتنش هستش که ممکن است در زمان طولانی و بستگی به اینکه چگونه نیروهای داخل ایران این بازی رو انجام بدهند صورت خواهد گرفت. اگر مردم ساکت بمونند و حرفی نزنند، مسلما جمهوری اسلامی چون مصمم است که این جنگ را آغاز بکنه بهانه‌های مختلفی رو برای این کار پیدا خواهد کرد. متشکرم. بیننده دیگری رو گوش میکنیم. نسیم شمال بفرمایید. سلام از شما، شما خوبه؟ متشکرم. آقا من با نظر این آقایی که قبلا صحبت کردن خیلی موافقم. اگه همین آقای نوری علا که به دکتر عباسی گوش کرده بودن، یک روز دیگه همین دکتر عباسی اومد توی تلویزیون و گفت که اسرائیل اگه میخواد مواضع ما رو بزنه، مقداری چیزهای ناچیز و اینا فقط میتونن بمبارو کنن، ولی اون جایی که ما در نظر گرفتیم و موشک گذاشتیم که اون قسمت ها رو بزنن، جایی هست که اینها موشک های کلاهدار، موشک های به اصطلاح نوکلیر وپنشون اونجا هستن و این گوی و این میدون، و اگه ایشون اینا میتونن بزنن بزن، ما هم میزنیم ببینیم کیا بیشتر ضرر میکنن. متشکرم. اگه شما در نظر داشته باشید ایران عراق نیست و عراق وقتی اینا خواستن حمله بکنن، اول 120 خودشون هم گفتن 125 میلیون دلار دادن به جنرال های عراقی، عراقای اینا رو خریدن و بعد به اینا حمله کردن، کسی هم جلوشون نمید، سرباز جلو اینا نایستاد. ایران 8 سال تمام به تمام دنیا داشت می جنگی. من نمیدونم چرا وقتی توی این مواضع میاد همه فکر میکنن که همین الان آقای بوش میخواد به ایران حمله کنه. تا حالا چندین بارم اینو گفتن، 3 سال پیش هم اینو گفتن، آقای بوش هم در اومد گفت که من صورت ملت ایرانی دیدم، الان به ما لبخند میزنن و ما با ملت ایران هیچ جنگی نداریم، ما با دولت ایرانه و ما نمیخواییم که ملت، خود آقای بوش اینو گفت، ما نمیخواییم که ملت ایران از ما برگردن و پشتیبان جمهوری اسلامی بشن. ممنونم از تلویزیون توجه فرمید. خواهش. آقای نوری علا، عرض کنم که من نمیدونم این آقایون چرا انقدر اصرار دارن بر این که جلوی اظهار نگرانی کردن ما رو بگیرند و هی به ملت ایران اعتماد بدن و اطمینان بدن که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. من فکر میکنم که اگر که من 100% اشتباه بکنم و اونها 100% درست بگن، باز گوش کردن به حرف من ضرری برای کسی نخواهد داشت. نداره نخه. در حالی که اگر که به حرف اونها گوش بکنن ملت ایران و خوش خیال همینطور برای خودشون زندگی خودشون ادامه بدن و قضیه به اونجا بکشه، دارم این جست های تو خالی که نمیدونم اینها میزنن هم چیکار میکنن و فلان میکنن، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی تو خالی تر از این حرف ها هستش. تمام این جنرال ها و نمیدونم سرداران و اینهاشون با یه تخ فرار خواهند کرد. اون غیرتی که به نظر من همین شورشیان عراق نشون دادن در هیچ کدوم از اینهایی که در ایران این همه جست میگیرند و فلان میکنند وجود نداره. اون چی که نگرانی ما هست این نیستش که حالا جمهوری اسلامی هم میخواهد یک سری عملیاتی انجام داد. نگرانی ما اینه که ثروت ملی ما، مردم ما، شهرهای ما، آثار تاریخی ما، همه اینها زیر بمباران از بین خواهد رفت. بله، متشکرم. بیننده دیگری رو گوش میکنیم. استقبال از برنامه برای من حیرت انگیزه. شما الان در واقع یک ساعت و نیم هست که دارید پاسخ میدید به این تلفن ها و تمام خطای تلویزیون اشغاله. به هر حال یه شب هم ما باید میپرداختیم به یکی از مهمترین مسائلی که
داریم و شما نقطه نظرهای متفاوتی رو احتمالاً بشنوید. شاید این اولین برنامه‌ای است که میهمان برنامه و برنامه ساز ضمن اینکه در اصول با هم عقیده هستند، تفاوت دارن در شیوه برخورد، فقط تفاوت دارن، ولی هر دو در مشغول یک مسئله اساسی هستند و در این برنامه به طور مشخص دعوت به یک عمل خاص می شود برای نشان دادن مرزهای حضور ما در مخالفت با جمهوری اسلامی. خواستار این هستیم که براندازی بشود، اما به هیچ وجه خواستار حتی سقوط یک بمب بر سرزمینمون نیستیم. دیگه نباید این قصه ها رو گفت. عراق نمونه روشنشه که در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای دکتر نوری‌آلا، من با شما هم عقیدم که سران جمهوری اسلامی فرار میکنند و میرن، ولی آیا شما مقاومت های مردمی رو در برابر عامل دشمن خارجی که اینو که ندیده نمیگیرید؟ یعنی فکر میکنید مقاومت اتفاق نمیفته؟ من گمان میکنم که جمهوری اسلامی در این 28 ساله تمام سوخت ایمانی و اعتقادی خودش رو از دست داده و به خاطر تبلیغاتی که علیه ملیت ایران، فرهنگ ایران و گذشته ایران کرده، نیروهای وفادار به او اصلا نگران ایران نیستن که بخوان از ایران از کنم که دفاع بکنن. اونها تا موقعی که حقوق بده هاشون سر کار هستن، اونها هم خواهند بود، و وقتی که حقوق بده ها فرار بکنند، اونها هم دلیلی برای جنگیدن نخواهند داشت به نظر من. متشکرم. نسیم شمال بفرمایید. الو، درود بر شما آقای فروزنده. درود بر جناب علی، بفرمایید. من با نظرات شما موافقم که واقعا باید یک تظاهراتی بشه و اونم هم الو بفرمایید، با شما هستیم. و به هر حال این تظاهرات باید در جلوی سازمان ملل باشه، و زیرا ما اکنون ما میبینیم که لابی هایی برای جنگ و علیه ایران تشکیل شده. این لابی ها از قبیل لابی سعودی ها، وهابیون سعودی و کشورهای عربی سنی و همچنین بعضی عناصر تندرو در انگلیس و حتی بعضی عناصر در ترکیه، یعنی جناح تندروی در ارتش ترکیه، اینها همه خواهان اضمحلال ایران هستند و اینها دارن لابی میکنن بر علیه به نفع یعنی این جنگ. و ما وظیفه ایرانی ها اینه که الگویی باشیم برای هموطنان در داخل ایران. ما این تظاهرات نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ رو به نظر من باید تشکیل بدیم و جلوی سازمان ملل این تظاهرات باید انجام بگیره. این نظر بنده. متشکرم، خیلی ممنون. جناب نوری‌آلا. بله، عرض کنم ما همطور داریم در یک دور تسلسل باطل میگردیم، هیچ کدوم طرفین همدیگر رو قانع نمیتونیم بکنیم. من میخواهم بگویم که بزرگترین لابی به نفع جنگ در خود جمهوری اسلامی تشکیل شده است. یعنی اصلا نیازی به اینکه عربستان سعودی یا ترکیه در این مسئله پافشاری کنن وجود نداره. خود جمهوری اسلامی که میگه آقا بیا منو بزن و فکر میکنه که با این کار نه تنها خودش رو نجات داده، بلکه تمام منطقه رو مجهز کرده است. اینها به نظر من انقدر نادان هستند که وقتی سودای رهبری جهان اسلام رو مثلا در سر میپرورونند، میآیند و مسئله دعوت به وحدت اسلام رو مثلا در روز عید قدید خم انجام میدن. یعنی در روزی که به خاطر این ساخته شده که بگویند تمام اعتقادات مردم سنی باطل است و مثلا اون سه خلیفه اول همه خیانتکار به رسول خدا بودند و این علی ابن ابی طالب که بر حق است و ما جشنش رو میگیریم، در چنین جشنی آقای خامنه ای میرن بالای منبر در قم و مردم جهان، مسلمانان جهان رو به وحدت دعوت میکنن. خب این نشانه اینه که اصلا این حالیشون نیست دارن چی کار میکنن. و تازه این وحدتی که ایشون دعوت میکنه بهش در راستای چه چیزیه؟ میگوید که بیاییم وحدت بکنیم، بریم بر علیه مثلا جهان متمدن، جهان سکولار بجنگیم که وحش رو به سراسر جهان انتقال بدیم.
من فکر میکنم که همچنان گره کور ما در جمهوری اسلامی و در مقاومت مردم ایران در داخل کشور نهفته. متشکرم. نسیم شمال بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. سلام از شما. سلام. آقای فرزنده، من یه سوال دارم. بفرمایید. شما فکر میکنین اگر که الان جمهوری اسلامی بیاد و بگه من اوکی با نیوکلیر اتم و اینا کاری ندارم، جناب آقای بوش این دستورات که برنامه که چیده کنار میذاره، یا مثل عراق که گفتن اینا بمب شیمیایی دارن و اله و بله و هزار و یک دلیل رفتن و چیزی پیدا نکردن، این برنامه فقط برای این نیست که اینها قدرت نفت دنیا رو در دست بگیرن و هر جایی که نفت داره زیر سلطه خودشون بیارن؟ من با جمهوری اسلامی بسیار مخالفم، یک ذره از اعتقاد مذهبی ندارم، ولی فکر میکنم در حال حاضر اگر اونا از این مواضع خودشونم کنار بیان، اینا برنامه رو ریختن که به ایران صدمه بزنن و اون منطقه رو به آتیش بکشن، به خاطر که قدرت نفت و گاز دنیا رو برای خودشون تو دست خودشون داشته باشن. شما فکر میکنید غیر از اینه؟ متشکرم، از تلویزیون توجه فرمید. جناب نوریالا، عرض کنم که من اینجور دوربین مثل این خانم عزیز نیستم و فکر نمی کنم که اینها یا نقشه کشیدن که به هر حال ایران رو بگیرن. به نظر من این حرف معنایی ندارد. ایران می تواند به عنوان یک عضو محترم خانواده بشری وجود داشته باشه. یه نفتیه که در اون اطراف خلیج فارس وجود داره، همه کشورها این نفت رو در میارن و بالاخره باید بفروشن و زندگی بکنن، خریدارش هم همین غربه و به نظر من غرب برای اینکه دست بندازه به منابع مثلا نفتی خاورمیانه نیازی به لشکرکشی و این حرفا نداشته. بحث مشکل اصلی در این هستش که چیزی به نام تروریسم اسلامی الان مسئله نفت به کنار، کل جهان و امنیت جهان رو در داخل خود همین شهرهای امریکا داره تهدید میکنه و اگر که در این مورد اندیشه ای نشه غرب بازی رو باخته. ما در تاریخ از این نمونه ها زیاد داریم. مگر امپراتوری روم در اون اوج قدرت خودش به دست آتیلا بر نیفتادش؟ یا همین امپراتوری ایران در اوج قدرت خودش به دست اعراب اشکونم که پابرهنهی که حمله کردن به ایران ور نیفتاد؟ سقوط امپراتوری ها چیز عجیبی نیست و این آرزویی بوده که الان شاید 150 سال 200 سالی که اسلامی ها در دل خودشون میپرورونن که بتوانن سکولاریزم و جدای دین از حکومت و دموکراسی و اینها رو از بین ببرن و این بخش خودشون رو غالب بکنن بر کل جهان. و من فکر نمی کنم که اینقدر قضیه در حول محور تصرف میادین نفتی خاتمه پیدا بکنه. ممنونم از محبت شما. نسیم شمال بفرمید. الو. بفرمید. با نسیم شما. بله، با جناب علی هستم. سلام عرض کردم. سلام. من میخواستم به بحث رو بکشونم به سوال اول شما. یه مقداری از چیز خارج شده، دریان خودش خارج شد. شما فرمودید که ما ایرانی ها چیکار میتونیم بکنیم. من فکر میکنم که ما ایرانی ها باید یادمون باشه که خب ما آمریکایی هم هستیم. درسته. اکثر ماها پاسپورت آمریکایی هم داشته باشیم و اینو ما خودمون رو باید از این جانب قالب چیز خیلی بزرگتر قرار بدیم تا بتونیم صدامون و حرفمون اثر داشته باشه. این تظاهراتی که شما میفرمایید الان هست، روز شنبه 27 ژانویه در واشنگتن دی سی گروه چندی گروه مختلف هستند از سراسر آمریکا شرکت میکنند به نام United for Peace and Justice که این رو میتونین سایتشون هم هست، همین unitedforpeace.org www. تعدادی از گروه های ایرانی هم آگهی دادن. اگر شما تشریف ببرید در سایت payband.com اونها رو خواهید دید و اینها حتی خواهش کردن، التماس کردن که دفعه قبل هیچ کس نیامده بود از گروه های ایرانی شرکت بکنید، در داخل گروه آمریکایی
صحبت از 100,000 نفر در مجموع هستش. حالا از این 100,000 نفر اگه 500 نفرم ایرانی باشن، ولی خب دستمون خیلی صدا خواهد داشت. من فکر میکنم که ما باید خودمون رو در قالب این پیس موومنت آمریکایی، مردم آمریکا واقعا الان دارن کار میکنن، اینا رو ما نباید فراموش کنیم. مسئله جنگ ایران جزوی از جنگ نقشه های جنگی این ادمنستریشن هست و مردم آمریکا که من خودم رو یکی از اونها میدونم و افتخار میکنم که ایرانی آمریکایی هستم. مردم آمریکا هم فکر میکنم و این هم برای آتی خودشون نگران هستن. خواهش میکنم در مورد اون سوال اولتون بیشتر صحبت کنم. ممنونم، مرسی. جناب نوریالا. بله، من البته نمیدونم این جمعیتی که ایشون میفرمایند کی هستند و چی هستند، ولی خب هر کسی که میتونه بره و هر کسی که موافق هست بره. بنده تمام حرفم این بودش که ما باید حالی مردم ایران بکنیم که باید در این مورد اقدام بکنند و اونگاه ما با تمام توان و قدرت و نفرات خودمون باید در میدان برای حمایت از اونها آماده بشیم. ولی این نمیشه که یه عده در خارج از کشور نشسته که همشون آرزوی این دارن که جمهوری اسلامی بر بیفته، بیان بیرون و بخوان که عرض کنم که تظاهرات بکنن و بگن که ما نماینده مردم ایران هستیم. این نمایندگی داده نشده به اینجا. بله، شرکت کردن در جنبش های ضد جنگ امریکا به عنوان افراد امریکایی به جای خودش، اون یه بحث دیگریست و همه میتونن برن درش شرکت بکنن. ولی در مورد مسئله ایران ما باید با تمام توان خودمون از مردم ایران بخوایم که برای خاطر خودشون یک کار رو بکنن. ممنونم. نسیم شمال بفرمایید. درود بر شما، شبتون بخیر. درود بر جناب عالی، بفرمایید. من ضمن تایید نکته زنهای جناب آقای دکتر نورعلا و طرح شما در رابطه با تظاهرات در مقابل سازمان ملل و یاد کاخ سفید میخوام پاسخ بدم به اون هموطنی که گفتن کارشناس نظامی هستن و تا 3 سال زنج اتفاق نمیافتد، در حالی که آقا زنج بعد از تصویب تحریم اقتصادی ایران آغاز شده. این یکی. امروز یک شنبه است. آیا امروز در خلیج فارس کشتی های آمریکا با ایران برخورد کوچکی داشتن یا نه؟ اگر اون آقا نمیدونه باید بدونه. این یکی. دوم این که طبق اطلاعات واصله از داخل ایران یکی از 4 نفر دستگیر شده آقای دکتر حسن عباسی است که معرف حضور همه هست. البته بنده در جهت تایید اطلاعات به دوستان خواهش کردم که بیشتر تحقیق کنند. در واقع این همان زنگی است که جناب آقای دکتر نورالله اشاره می فرمایند و امیدوارم این هموطن عزیزمون مردم رو از نگرانی به صلاح نسازن و بگذارن ما کار خودمونو با هموطنانمون در جهت جلوگیری از جنگ آماده بکنیم. ممنونم از محبتتون، مرسی. جناب نوریالا در 1 دقیقه جنبندی بفرمایید. بله، من عرض کنم که نکته نبود که من پاسخ بدم، فقط در مورد اینکه یکی از این چند نفری که در اربیل دستگیر شدن حسن عباسی هست یا نه، شایعه ای وجود داره ولی هنوز خبر قطعی به دست نیامده. متشکرم. بینندگان عزیز، وقت برنامه امشب با یک وضعیت پیش بینی نشده به پایان رسید. تمام خطهای تلویزیون در اشغال شماست. بینندگان محترم تلویزیون مایل هستند که اظهار نظر بکنند. من هم نظرم مطرح کردم، دکتر نوریالا هم با بردباری بسیار نظرات خودش رو مطرح کرد و فکر میکنم به هر حال درسته این مطلب دکتر نوریالا که ما رهبری جریان رو بر عهده نداریم، ما باید حمایت کننده حرکت های داخل باشیم. اما در کنار این مطلب و صحت اون، صدای اعتراض ما نقشی است که میتونیم در این شرایط ایفا بکنیم. منتها باز در با تایید صحبت های دکتر نوریالا، این نقش باید بسیار هوشیارانه و آگاهانه ایفا بشه. دریغ از این است که فردا ویرانی آغاز بشه و ما شروع کنیم به مرثیه خوندن. اگرچه باز حرف دکتر نوریالا روشن هست و قابل تأمل است که اگر ما هم اعتراض بکنیم احتمالاً تا حرکتی از ایران آغاز نشه
کار به سرانجام روشنی نخواهد رسید. آقای دکتر یک بار دیگه متشکرم، به شما شب بخیر میگم، به شما همه بینندگان عزیز شب بخیر میگم.